سلام، وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من تناز خامه هستید. سخت خبرها. گزارش‌های جدید از چگونگی کشته شدن دبیرکل حزب الله، یک جاسوس ایرانی محل جلسه را به اسرائیل اطلاع داده. نصرالله و فرمانده ارشد سپاه با یک خودرو به ساختمان رفته بودند. واکنش مردم ایران به کشته شدن دبیرکل حزب الله لبنان. شهروندان میگویند خامنه ای برای نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلام کرد، اما درباره جان باختن ده ها معدنچی نیازی به سوگواری ندید. تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور. بازنشستگان معترض خواستار پرداخت حقوق معوقه و آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند. انتقاد مردم از حرکت متروی تهران با درهای باز و بیتوجهی به ایمنی مسافران. شهروندان میگویند متروی خط 6 3 ایستگاه را بدون بستن درها طی کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب گسترده کشته شدن حسن نصرالله در روزنامه ها. جهان صنعت از شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی نوشت. ستاره صبح به حکومت هشدار داد ایران را قربانی لبنان نکند. خوش آمدید. شبکه 13 اسرائیل گزارش داده کشتن حسن نصرالله در تمام طول جنگ در دستور کار بوده، اما از 3 مهر این تصمیم در کابینه قطعی شد. بنابر این گزارش، عملیات ارتش اسرائیل پس از کشته شدن نصرالله ادامه می‌یابد و قرار نیست متوقف شود. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل عملاً لبنان را محاصره کرده و گذرگاه‌های زمینی سوریه را مسدود و یک هواپیمای باری ایرانی را نیز مجبور به بازگشت به تهران کرده است. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، رسانه‌های اسرائیلی جزئیات جدید از این عملیات را منتشر کردند. بر اساس این گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی ساعت 3:30 ظهر به وقت محلی 4 ساختمان اصلی و 6 ساختمان اطراف آن را به عنوان مقر اصلی حزب الله هدف شلیک موشک قرار دادند. در حمله از هواپیماهای F-35 ارتش اسرائیل و 85 بمب ضد سنگر استفاده شد. طبق برآوردها، ساختمان‌های مورد هدف در فاصله 2 کیلومتری فرودگاه رفیق حریری واقع در مرکز منطقه زاهیه بوده و 300 نفر در آنها حضور داشتند. علی کرکی فرمانده جبهه جنوب و عباس نیلفروشان فرمانده عملیات سپاه پاسداران از جمله حاضران در آن ساختمان بودند. ارتش اسرائیل ساعت 3 بامداد هم مواضعی در محدوده 500 متری مقر حزب الله را هدف قرار داده. اسرائیل گفته این مکان‌ها محل ذخیره موشک‌های حزب الله بوده. بر اساس گزارش‌ها، حملات دیروز اسرائیل دست کم 33 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشته است. و روزنامه فرانسوی لپاریزیان اعلام کرد جزئیات ورود حسن نصرالله به مقر اصلی حزب الله را یک جاسوس ایرانی در اختیار اسرائیل قرار داده و به این ترتیب شرایط ترور او را امکان پذیر کرده است. لپاریزیان به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی نوشت بعد از ظهر جمعه جاسوس ایرانی اطلاعات دقیقی درباره زمان و محل استقرار دبیرکل حزب الله در اختیار اسرائیل قرار داده. بر مبنای این گزارش، نصرالله همراه عباس نیلفروشان فرمانده نیروی قدس سپاه در لبنان با یک خودرو وارد مقر فرماندهی حزب الله در حومه جنوبی بیروت شد. به گفته این منبع، اسرائیل برای انجام حمله هوایی منتظر آغاز این نشست بوده است. نیلوفر پور ابراهیم همکارم درباره جزئیات گزارش نشریه لپاریزیان توضیح می‌دهد. اونطور که نشریه لوپاریزیان میگه مدت‌ها بوده که آقای نصرالله رو زیر نظر داشتن، ولی میخواستن مطمئن بشن که هیچ اشتباهی انجام نمیدن. بنابراین یک نفر که به گفته پاریزیان یک جاسوس ایرانی بوده، ورود او رو به این ساختمان یا مقر فرماندهی حزب الله به اطلاع اسرائیل میرسونه و شروع جلسه اونها رو اطلاع میده. جلسه‌ای که در اون علاوه بر حسن نصرالله
12 فرمانده دیگه حزب الله هم حضور داشتند که کشته شدند به همراه او. گفته میشه که در واقع این ساختمان 6 طبقه محل حضور جلسه و تشکیل جلسه در زیر ساختمان بوده و اونطور که برخلاف حالا نیویورک تایمز و برخی نشریات دیگه گزارش دادن، اونطور که لوپاریزیان میگه به نقل از منابعش، از بمب‌های دوتونی استفاده شده برای اینکه مطمئن باشن این ساختمان به طور کامل تخریب میشه و حسن نصرالله زنده بیرون نمیاد. اونطور که منابع امنیتی این نشریه به خبرنگار لوپاریزیان در بیروت گفتن، اونها نمیخواستن به هیچ وجه این فرصت رو در واقع از دست بدن. بعد از در واقع این عملیات بعد از این صورت گرفته که حسن نصرالله و همینطور فرمانده سپاه از مراسم تشییع یکی دیگه از فرماندهان حزب الله برمیگشتن و به این ساختمان رفتن. گفته شده که میخواستن در یک جلسه برای یک عملیات در واقع شرکت بکنن. جزئیاتی بیشتری از این که این شخص که بوده رو نمیده، ولی در مورد اینکه در واقع یک نفر از داخل محل اطلاع داده، یک مقام امنیتی دیگه هم نظر داده بوده، قبلا با رسانه السی فرانسه صحبت کرده یک مقام امنیتی فرانسوی و گفته که قطعا اسرائیل یک نفر رو در داخل محل داشته که این اطلاعات رو داده، ولی حالا لوپاریزیان به نقل از منابعش میگه که این شخص ایرانی بوده. همونطور که بیشتر گفتیم، نشریه لوپاریزیان گزارش داده یک جاسوس ایرانی اطلاعات مربوط به مکان و زمان حضور حسن نصرالله را در اختیار اسرائیل قرار داده. موضوعی که محمد علی الحسینی، دبیرکل شورای اسلامی عرب و منتقد سرسخت حسن نصرالله هم آن را تایید کرد. الحسینی معتقد است جمهوری اسلامی در ازای مجوز ساخت سلاح هسته‌ای، حسن نصرالله را به جاسوسان اسرائیل فروخته. می فرهاد با جزئیات بیشتر از بیروت. نقلت صحیفه لو پاریزیان الفرنسیه نقلا عن مصادر امنیه. نشریه فرانسوی لو پاریزیان به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داده اسرائیل از طریق یک جاسوس ایرانی به اطلاعات حساسی مربوط به مکان حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله در حومه جنوبی بیروت، پیش از ترور دست یافته. لوپاریزیان نوشته اینکه یک عامل ایرانی توانسته به حلقه داخلی حزب الله نفوذ کند و اطلاعات دقیقی از تحرکات نصرالله به دست آورد بسیار جالب است. این روزنامه همچنین نوشته نصرالله در زمان ترور در خودروی خود به همراه عباس نیلفروشان، جانشین فرمانده سپاه قدس در لبنان، حضور داشت و در لحظه ترور در عمق 30 متری زیر زمین بوده. محمد علی الحسینی، دبیرکل شورای اسلامی عرب، چند روز پیش از کشته شدن نصرالله به او توصیه کرده بود مراقب ایران باشد، زیرا ایران او را فروخته است. الحسینی روز گذشته تایید کرد جمهوری اسلامی در ازای دریافت مجوز شناخته شدن به عنوان یک کشور هسته‌ای، اطلاعات طلایی شامل مختصات دقیق مکان و زمان حضور نصرالله را در اختیار جاسوسان قرار داده. او همچنین گفت جامعه شیعه دیگر به ایران اعتماد ندارد. الحسینی گفته خامنه ای حاکم واقعی جمهوری اسلامی نیست و ایران توسط یک دولت زیرزمینی متشکل از افرادی اداره می شود که برای بقای رژیم مشتاق برقراری روابط خارجی هستند. او تاکید کرد هر کس جانشین نصرالله شود، اطلاعات همه افراد را افشا کرده و رهبران حزب الله در وضعیت امنیتی قرار دارند. شبکه CNN هم گزارش داد پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب الله، به ویژه کشته شدن حسن نصرالله، این گروه شبه نظامی دیگر قادر به پاسخگویی قوی نیست. به گزارش این شبکه، حزب الله به دو دلیل اصلی تضعیف شده. نخست آنکه تقریبا تمامی رهبران آن کشته شدند و این موضوع ساختار رهبری را دچار هرج و مرج کرده است. دلیل دوم، حملات هوایی شدید اسرائیل است که به تضعیف زیرساخت‌های عملیاتی حزب الله انجامیده. یورونیوز هم گزارش داده اسرائیل به دلیل نگرانی فزاینده از حمله زمینی از جنوب لبنان، نیروهای خود را در مرز شمالی این کشور مستقر کرده است. هناك ايضا ضعف كبير في الهيكليه التشغيليه للحزب. مي فرحات، بيروت. دو مقام آمریکایی به ABC نیوز گفتند عملیات محدود اسرائیل شروع و حرکت مرزی نیروها برای هدف قرار دادن مواضع حزب الله در لبنان به زودی آغاز می شود.
طبق این گزارش، اسرائیل هنوز برای اجرای عملیات زمینی گسترده در لبنان تصمیم نهایی نگرفته، اما برای انجام این اقدام آماده شده است. به گفته این دو مقام آمریکایی، عملیات زمینی احتمالاً در مقیاس محدود و با هدف فراهم کردن شرایط بازگشت شهروندان شمال اسرائیل به خانه هایشان انجام خواهد شد. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفته اکنون فرصت مناسبی است که مردم لبنان به پا خیزند و کشورشان را از حزب الله و جمهوری اسلامی پس بگیرند. نفتالی بنت در مصاحبه با شبکه CNN گفته این فرصتی تاریخی برای نابودی کامل حزب الله و دیگر گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران است. نخست وزیر سابق اسرائیل همچنین گفته حالا زمانی است که ایالات متحده، اسرائیل و متحدانش در غرب باید برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به طور مشخص برنامه ریزی کنند. امروز همچنین تصاویری منتشر شده از برگزاری مراسم تشییع نمادین حسن نصرالله و حمل تابوت او از سوی مردم لبنان. این در حالی است که هیچ گزارش رسمی از پیدا شدن جسد نصرالله منتشر نشده و حزب الله لبنان هم به صورت رسمی خبری از زمان یا نحوه برگزاری مراسم حسن نصرالله را اعلام نکرده است. ارتش اسرائیل از کشته شدن نبیل قاووق، نایب رئیس شورای اجرایی و عضو شورای مرکزی حزب الله در حملات جمعه شب در جنوب بیروت خبر داد. نبیل قاووق مسئول یگان امنیت پیشگیرانه و پیشتر به عنوان جانشین فرمانده بخش جنوب این گروه شبه نظامی بود. قاووق از فرماندهان نزدیک به مقامات ارشد حزب الله بود و به طور خاص در جنوب لبنان و مرز با اسرائیل فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. بابک، لطفاً از وضعیت در مرز اسرائیل و لبنان در ابتدا برامون بگو. در ابتدا در رابطه با جسد حسن نصرالله در اسرائیل بر این باورن که به این زودی ها این جسد پیدا نخواهد شد. اگر او در عمق 30 متری زمین بوده و بر روی اون هم یک ساختمان 6 طبقه بوده و بر روی همه اینها 820 تن بمب فرود اومده، اگر هم چیزی از جسد باقی مانده باشه به نظر نمیاد که به این سادگی ها و به این زودی ها بتونن اون را پیدا بکنن و تشخیص هویت بدن. اما برگردیم به مسئله شمال اسرائیل. روزهای عجیبی در اسرائیل میگذرد. این روزها 48 ساعت پس از کشته شدن حسن نصرالله همه در اسرائیل بر این باور بودند که طوفانی بزرگ از موشک‌ها و پهپادها حداقل از سوی حزب الله لبنان به انتقام از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان بر سر اسرائیل فرود بیاد. اما در 48 ساعت گذشته اگرچه حملاتی بوده اما همچنان محدود بوده. هنوز معلوم نیست که آیا این از ناتوانی حزب الله است پس از حملات اسرائیل، از اینکه تمامی ستون رهبری او از بین رفته و یا اینکه هنوز از جمهوری اسلامی دستوری نگرفته، دقیقاً معلوم نیستش. اما به طور مثال امروز از صبح تا کنون شاید فقط یک بار آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در اومده. در تل آویو تقریبا صدای آژیر خطر شاید دو بار به صدا در اومد که یک بار اون از سوی یمنی ها موشک پرتاب شده و هنوز ما با واکنش حزب الله لبنان که شاید در شوک و سردرگمی به سر میبره مواجه نشدیم. از سوی دیگر اسرائیل همچنان به حملات خودش در لبنان ادامه میده و پس از نطق پیروزی بنیامین نتانیاهو که در اون عنوان کرد که ما حساب را با ابرتروریست خاورمیانه بستیم، همچنان پا را بر روی گاز گذاشته اسرائیل و همچنان به حملات خودش در لبنان ادامه میده. همانطوری که گفتی، حتی صحبت‌ها و گفتگوهایی از ورود زمینی اسرائیل به خاک لبنان هم وجود داره. اگر توجه بکنیم بسیاریش از صدها تانک و نفربر و همچنین بولدوزرهای N9 که مخصوص ورود زمینی و باز کردن راه به داخل لبنان هستند در کنار مرز هستند.
این سناریوی جنگ اسرائیل که در 9 روز تمامی رهبران حزب الله را نابود کرد همچنان ادامه داره. خب نخست وزیر سابق اسرائیل هم گفته این یک فرصت تاریخی برای نابودی حزب الله و البته سرنگونی جمهوری اسلامی. این موضع چقدر در میان سیاستمداران و مقام‌های اسرائیلی حامی و همراه داره؟ سیاستمداران اسرائیلی هیچ کدام، اونهایی که بر سر قدرت هستن مانند وزرا، نمایندگان پارلمان و خود نخست وزیر و حتی افراد نظامی، هدف اونها نابود کردن حزب الله به طور کامل، آنچه که در نوار غزه برعکس اون را می‌بینیم، یعنی نابودی کامل و مطلق حماس وجود نداره. در هدف دو هدف هستش در شمال اسرائیل، اونچه که خود نتانیاهو مطرح کرده و در دولت هم به تصویب رسیده، یکی عقب راندن حزب الله لبنان تا پشت رودخانه لیتانی، یعنی 20 کیلومتری برن عقب از مرز اسرائیل، و دیگر اینکه شهروندان شمال بتوانند با اطمینان کامل و در امنیت کامل به خانه های خودشون برگردن. حال نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، بر این باور هستش که این یک فرصت تاریخی هستش، پس از اینکه تمامی فرماندهان ارشد حزب الله از بین رفتن و میتوان این فرصت تاریخی را به نابودی کامل حزب الله تبدیل کرد. ممنونم از تو بابک اساقی، خبرنگار ایران اینترنشنال از تل آویو. در خبری فوری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در واکنش به کشته شدن عباس نیلوفروشان از فرماندهان سپاه پاسداران در حملات اسرائیل به لبنان گفت کشته شدن عباس نیلوفروشان توسط اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. سپاه پاسداران کشته شدن عباس نیلوفروشان از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه در جریان حمله دیروز اسرائیل به مقر فرماندهی حزب الله در جنوب بیروت را تایید کرد. عباس نیلوفروشان معاونت عملیات کل سپاه از 2 سال پیش و به دلیل مشارکت در سرکوب معترضان در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیلوفروشان بعد از کشته شدن محمد رضا زاهدی در حمله اسرائیل به دمشق به جای او فرماندهی نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان شد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل درباره هر گونه حمله به مراکز و نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی هشدار داد. بر اساس متن‌نامه، امیر سعید ایروانی به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی برای دفاع از خود در برابر هر نوع حمله تردید نخواهد کرد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل همچنین خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت برای رسیدگی به حملات اسرائیل به لبنان شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، با اشاره به کشته شدن حسن نصرالله درباره خطر وقوع جنگی تمام عیار در منطقه هشدار داده است. عراقچی تاکید کرده منطقه در وضعیت هشدار و بسیار خطرناکی به سر می‌برد. خطر بروز یک جنگ تمام عیار در منطقه همه بهش معترف هستن و همه نگران هستن. این یک تهدید بزرگ برای منطقه هست. واقعا وضعیت در وضعیت هشدار به سر میبریم. کشورهای مختلف منطقه و فراتر از منطقه باید بدونن که وضعیت بسیار خطیر هست و هر لحظه هر احتمالی ممکنه بره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در نطق پیش از دستور امروز خود در مجلس و در واکنش به کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت جمهوری اسلامی در کمک به مقاومت تا هر سطحی که لازم باشد به خود تردید را نمی‌دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین آمریکا را شریک جرم، حامی و طراح حملات اسرائیل خواند و گفت اسرائیل با پشتیبانی نظامی، مالی و اطلاعاتی آمریکا برای جبران شکست خود به جنگ ترکیبی و روانی روی آورده است. همزمان نمایندگان در صحن مجلس شعارهایی در حمایت از حزب الله و علیه اسرائیل و آمریکا سر دادند.
شمار زیادی از شهروندان در واکنش به نظرخواهی ایران اینترنشنال درباره کشته شدن حسن نصرالله با ارسال پیام‌های صوتی و تصویری اظهار نظر کردند. برخی مخاطبان با انتقاد از واکنش مقام‌های حکومتی می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی برای مرگ دبیرکل حزب الله 5 روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد، اما درباره جان باختن ده‌ها معدنچی ایران نیازی به سوگواری ندید. خامنه‌ای شرم بر تو باد، تو به خاطر کشته شدن حسن نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلام کردی، ولی برای کشته شدن 50 نفر از هموطنان ما که توی معدن مظلومانه کشته شدن حتی 1 روز هم عزای عمومی اعلام نکردی. شرم بر تو باد خامنه ای. از اسرائیل خیلی متشکرم، مردم ایران خیلی خوشحالند. امیدوارم حملات بعدیتون بعد از حزب الله لبنان نوبت خامنه‌ای و ارزلوگوش سپاهیشون باشه. کمکی هست که مردم بتونن بسیجی‌ها و اون ریزمیزه‌هاشون از بین ببرند و به آزادی و دموکراسی برسن. در آینده مردم اسرائیل و مردم ایران روابط خیلی خوبی خواهند داشت. هر روز که یه ظالم از روی زمین محو میشه روز جشن و پیروزیه. ما ایرانیانی است که 40 و اندی سال زیر بار ظلم و ستم حکومت داریم زندگی میکنیم. از اینکه آقای سید حسن نصرالله کشته شده خیلی خوشحالم و انشالله نفر بعدی آقای خامنه‌ای باشه که مردم ایران راحت بشن از این همه ظلم و ستم. به هلاکت رسیدن حسن نصرالله رو به مردم ایران، اسرائیل و لبنان تبریک میگم. همه از نبود اینا خوشحالن. اینها جنایتکارانی بودن که در طول تاریخ به جنایت‌های خودشون، ترورها و کلی کارهای کثیف دیگه ادامه دادن. این کسی بود که از رگ گردن به خامنه‌ای نزدیک‌تر بود، برادر خودش میدونست و حالا به هلاکت رسیدنش و مردم ایران جشن میگیرن. امیدوارم که آقای نتانیاهو اقدام اصلی رو انجام بده و کثیف‌ترین موجود روی کره زمین رو از این جهان حذف کنه. تصاویری هم از شادی شهروندان بعد از اعلام خبر کشته شدن حسن نصرالله به ایران اینترنشنال رسیده که با هم میبینیم. امروز 7 مهر 1403 مصادف با 5 روز عزای عمومی به خاطر حسن نصرالله و جشن و پایکوبی مردم. این هم مردم انقلابی. رقص و پایکوبی 7 بعد مرگ حسن نصرالله. رقص و پایکوبی بعد مرگ حسن نصرالله. شما همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش‌های جدید از چگونگی کشته شدن دبیرکل حزب الله، یک جاسوس ایرانی محل جلسه را به اسرائیل اطلاع داده. نصرالله و فرمانده ارشد سپاه با یک خودرو به ساختمان رفته بودند. به هلاکت رسیدن حسن نصرالله را به مردم ایران، اسرائیل و لبنان تبریک میگم. همه از نبود اینا خوشحالن. واکنش مردم ایران به کشته شدن دبیرکل حزب الله لبنان. شهروندان میگویند خامنه‌ای برای نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلام کرد، اما درباره جان باختن ده‌ها معدنچی نیازی به سوگواری ندید. اعتراض صنفی و اعتصاب معیشتی کارگران در ایران همچنان ادامه دارند. بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، کارگران معترض فولاد مادکوش بندرعباس امروز برای 2 روز متوالی دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. کارگران فولاد مادکوش به پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایای خود معترض هستند.
اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در ایران ادامه دارد. بازنشستگان معترض امروز در تهران، مشهد، شوش و کرمانشاه راهی خیابان شدند و مقابل دفاتر تأمین اجتماعی تجمع کردند. بازنشستگان معترض با طرح مطالبات معیشتی خود از بیتوجهی دولت به خواسته های خود انتقاد کردند. بازنشستگان فولاد هم امروز در اصفهان و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. ولی متأسفانه دولت نمیدونم چرا اینقدر بی توجهه، مخصوصا آقای عارف معاون اول رئیس جمهور که آقا آمده با کمال کمرسی، حالا توهین نمی کنیم، با کمال کمرسی منکر بستر تمام مسائل میشه، میگه اصلا همچین. تازه جالبه که بعد سرخرمن هم میده که آقا شیش ماه دیگه میشه اول سال باز 20% حقوقا طبق روال رسیده. آقا چرا اون ماده 96 تامین شما مبخور چرا انجام نمیدی؟ چرا اعمال نمیکنی ماده 96 111؟ اینا مسئله که متأسفانه پشت گوش مینازن و عمل نکردن. چه حالا ما خواهان این به اصطلاح چیزای صرفیمون هستیم و هزاران بار دیگه میام فقط به دست میام به اصطلاح حقمون، فقط کف خیابون بدون جارو. تامین اجتماعی هم مدیرانش متأسفانه نالایقن. آقای میرهاشم موسوی که در واقع باید اینا از این سازمان بیرون بکنه به خاطر که عملکردی نداشته و نداشته و جز ضرر هیچ چی دیگه برای ما باشتا نداشته. فقط کف خیابون به دست میاد وقتمون، ایمنی کارگر تضمین باید کرد. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من شده. علی، بسیار ناراحت کننده است وقتی بازنشستگان برای زمانی که باید الان در آسایش باشن میبینی در خیابان ها هستن و شعار میدن. چه نکاتی امروز در این اعتراض هایی که دیدیم بیشتر مطرح بوده؟ خب این بازنشستگان الان سال هاست به این وضعیت دوچارن و همونطور که تو گفتی هر هفته دارن به خیابون میان و کسی پاسخگوی مطالباتشون نیست. اما اون چه تجمعات امروز رو متمایز میکرد نسبت به تجمعات قبلی این بازنشسته ها سه تا موضوع بود. موضوع اول همزمانی این اعتراضات با کشته شدن حسن نصرالله بود که این معترضان هیچ اشاره‌ای به اون نمیکنن، اصلا کاملا بی اهمیت در کنارش رد میشن. نکته دوم کشته شدن 50 معدنچی در معدن طبس بود که این بازنشسته ها
به اون اشاره میکنن و اتفاقا علی خامنه‌ای رو مورد انتقاد قرار میدن که چطور تو برای کشته شدن حسن نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلام کردی، ولی برای کشته شدن 50 نفر معدنچی حتی حاضر نشدی 1 روز عزای عمومی اعلام کنی. چرا خارجی ها برای تو ارزش بیشتری دارن به نسبت کارگرانی که در ایران دارن کار میکنن؟ نکته سوم که در اعتراضات این هفته مشخص بود، شعارهایی بود که بازنشستگان برای آزادی معلمان و کارگران زندانی میدادن. یعنی این موضوع نشون میده علاوه بر اینکه مطالبات خودشون رو کارگران پیگیری میکنن، یادشون نرفته که از اقشار و اصناف مختلف در زندان هستن، اون هم نه به دلایل سیاسی بلکه تنها به دلایل خواستهای صنفی. یعنی خیلی وقت از تو همین تجمع ها نیروهای امنیتی دستگیر میکنن و میبرن و اونها رو زندانی میکنن. و امروز بازنشسته ها به مردم یادآوری کردن که مشکلات معیشتی نباید باعث بشه که ما فراموش کنیم که بسیاری معلم و کارگر زندانی هستن که باید آزاد بشن. بسیار هم عالی. اما خواسته هایی که دارن خب خواسته های به حق هست، چرا حاکمیت به آنها گوش نمیده و تا به اینجا کشیده شده؟ ببین همونطور که تو گفتی اینا 30 سال حق بیمه پرداخت میکنن، اینا بیمه های بازنشسته های تامین اجتماعی بودن، 30 سال بیمه پرداخت میکنن برای اینکه وقتی بازنشسته شدن یک حقوقی داشته باشن که بتونن دوران کهولت سنشون رو به راحتی بگذرونن. اما همین رو هم انقدر دولت ناچیز کرده و انقدر معوقه دارن و انقدر پرداخت نمیکنه که راهی برای این بازنشسته ها نمیذاره به غیر از اینکه به خیابون بیان. در همین اعتراضات یکی از همین بازنشسته ها عارف رو، محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور رو خطاب قرار میده و میگه داری بی لطفی میکنی، کم لطفی میکنی به ما، دولت 14 هم هیچ کاری برای ما نکرده و نمیکنه. و اگر توجهش از لبنان و غزه و نمیدونم حماس و حزب الله برداره و اندکی به مشکلات کارگران، بازنشسته ها، معلمان توجه کنه، میتونه این مشکلات رو به راحتی با اون پولی که اونجا داره خرج میکنه مشکلات این اقشار کم درآمد و مستضعف داخل رو حل کنه. اما متاسفانه شاهدیم که دولت 14 در این مورد اقدام لازم رو نمیکنه. ممنونم از توضیحاتت علی شیرازی، همکارم اینجا در استودیو. اما پس از انتقادها از شهرداری تهران درباره بی‌توجهی به ایمنی مسافران در خطوط مترو، حالا تصاویر جدیدی از حرکت قطار با درهای باز در خط 6 متروی تهران منتشر شده. شهروندان میگویند در یکی از این موارد قطار 3 ایستگاه را با همین وضعیت رفته و سپس مسافران را پیاده کرده. پیشتر معاون شهردار تهران علت این مسئله را نقص فنی عنوان کرده بود. همکارم فرنوش فرجی درباره واکنش شهروندان به عدم ایمنی در مترو بیشتر توضیح میدهد. ما در 2 مهر ما هم همین رو داشتیم که تصویری رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که مجدداً قطار تهران با در باز داشته حرکت می‌کرده، اما ایستگاه به ایستگاه می‌ایستاده و مسافرها، یعنی اینجوری نبوده که تخلیه کنن، چون جزء قوانین ایمنی این هستش که اگر که یه همچین اتفاقی در قطار بیفته 2 حالت داره: یا باید یه پیشگیری بذارن در داخلش اون قسمت رو تخلیه کنن، یا اینکه کلن قطار رو تخلیه کنن و ایمنش بکنن. اما در 2 مهر پس از انتشار این تصویر اومده حسین امیر احمدی مدیر ایمنی تهران اعلام کرد، بعد از اینکه این تصویر منتشر شد، گفتش که قطار نقص فنی داشته اما ما حائل گذاشتیم، قطار نباید حرکت کنه ولی این اتفاق افتاده. حالا در 2 مهر که این اتفاق افتاد، بعد از اینکه تصویر منتشر شد، بعد از اون واکنش نشون دادن. و
بعد کاربران اجتماعی اومدن گفتن که این تصویر رو منتشر کردن، گفتن که فردا اتفاقی شبیه معدن طبس نیفته و بعد بگین ایمنی رعایت شده. یک میله آهنی حائل نیست و ایمنی رو در قطار برای ما درست نمی‌کنه، چون امکان پرت شدن مسافر هستش، چون این حائلی که گذاشته بودن هیچ چیزی نبودش، باید کاملا بسته بشه اون قسمت. اما پیشتر هم کاشانی عضو شورای شهر در مورد مترو همینو گفته بود، گفته مترو مثل یک دیگ بخاره که داره به جوش میاد، ما خطرناکه، ما اصلا نمیدونیم از کجاش صحبت کنیم. کشته شدن سید حسن نصرالله بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های ایران داشته. هرچند روزنامه‌های ارزشی و نزدیک به سپاه پاسداران همچنان شعارهای حکومت و لزوم محو اسرائیل را تکرار می‌کنند، اما برخی از روزنامه‌های مستقل به نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 45 سال اخیر پرداختند و کشته شدن نصرالله را نماد شکست کامل این سیاست‌ها دانستند. در اینجا برای بررسی روزنامه ها همراه هستیم با همکارم محمد رهبر. محمد، منتظرم از خودت بشنوی، مطمئن خیلی مخاطبان میخوام بدونن که روزنامه ها امروز چطور به این مسئله پرداختند. امروز از اون روزهای تاریخی است که خب شاید سالها بعد وقت نگاه بکنیم میدونیم که چه اتفاقاتی داشته میافتاده و کیا چه چیزهایی رو گفتن. روزنامه های ارزشی و اصولگرا رو من رها کردم، چون این حرفا رو ما 45 سال شنیدیم. ببینیم که حرفی از جنس زمان و متفاوت وجود داره یا نه. روزنامه اول رو نگاه بکنیم، روزنامه جهان صنعت و یادداشت جالب آقای محمد صادق جنان صفت که در مورد این صحبت کرده که ما در 45 سال گذشته مقابل نظم موجود دنیا ایستادیم، یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مقابل غرب بود، مقابل ساختارهایی که در دنیای تازه شکل گرفته بود، و خب یه جاهایی پیروز شده، جای شکست بود، ولی کن حرف جنان صفت این هستش که ما الان شکست خوردیم و این شکست رو باید بپذیره، جمهوری اسلامی باید این شکست رو بپذیره. نادر کریمی جونی هم در همین روزنامه در مورد این صحبت کرده که به نظر نمیرسه که ایران بخواد مستقیما در این جنگ وارد بشه و بنابر دلایلی که کاملا مهرس هست که وضعیت جوری هست که اسرائیل میخواهد که جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه، گفته احتمالا چنین جنگی پیش نخواهد اومد. روزنامه بعدی رو هم نگاه بکنیم، روزنامه ستاره صبح هست که امروز خیلی صراحت داره، توی دیروز نوشته بود که ایران تمام سپرهای خودش رو در منطقه از دست داده و به نوعی گفته بود که کار حزب الله تمام شده، دیگه نمیتونه کارآمد باشه از این لحاظ که جلوی حمله به ایران رو بگیره، وقتی از خودش نمیتونه دفاع بکنه. امروز ذات الله اسلامی خیلی صریح نوشته، گفته که ببینید تو منطقه کسی پشتیبان لبنان و فلسطین نیست، اونهایی که سکوت میکنن حتی ممکنه با اسرائیلی ها کار بکنن، همین کشورهای برخی کشورهای عربی منطقه. پس این وسط به خاطر اینکه پشتیبانی از حزب الله و فلسطین بکنید، ایران رو فدا نکنید و ایران رو قربانی نکنید. این هشداری است که به جمهوری اسلامی داده. بله، روزنامه بعدی رو هم نگاهی بهش بندازیم، روزنامه اعتماد که امروز خب آقای علی ربیعی یک یادداشتی نوشته و در اون توصیه کرده که از کارهای هیجان انگیز و حرفایی که انتقام سخت میگیرم اینها پرهیز بکنیم و در این وضعیت چیزی جز وفاق ملی در درون و اینکه حکومت یه جورهایی باید برگرده پشت مرزها و یه وفاقی در داخل ایران ایجاد بکنه درمان درد نیست. این نکته‌ای که آقای ربیعی گفته. تا اینجا هر چقدر که ما دیدیم در مورد این هستش که به هیچ عنوان نباید درگیر شد با اسرائیل و اسرائیل چیزی نیست جز کلیت غرب و آمریکا. حالا روزنامه بعد این روز بیشتر شرح داده. روزنامه همیهن هم در مورد اتفاقاتی که امروز افتاده با چندین کارشناس صحبت کرده. آقای قهرمانپور که کارشناس های تحلیلگر خاورمیانه هست، گفته که اصلا سیاست خارجی رو باید عوض کرد، یعنی با این وضعیت دیگه غیر قابل ادامه است، گویی که اصلا ابزارهاش رو هم دست داده. از طرف دیگه خود هم میهن در سرمقالش نوشته که سیاست خارجی باید تمامی مردم ایران رو نمایندگی بکنه، برای همین هم در چنین وضعیتی باید همه کسایی که حرفی برای گفتن دارن و راهی رو میگشایند بیان حرفشون رو بزنن. اینطور نباشه که چند تا روزنامه رسمی، چند تا
کارشناس در صدا و سیما بیان بر تبل جنگ بکوبن و بقیه هم ساکت باشن. خیلی فرق کرده با اون 8 سال جنگی که ادامه داشت و اصلا حرفی نمیشد در مورد صلح و اینها زد. الان اینکه نباید جنگید یک حرف عمومی است در ایران. روزنامه بعدی رو هم نگاه بندازیم، روزنامه نقش اقتصاد، که در مورد وضعیت اقتصادی ایران که بسیار مهلک هست این شرایط صحبت کرده و اینکه نتانیاهو تو اون حرفایی که در سازمان ملل زد، تهدیداتی که در علیه جمهوری اسلامی کرد، در اینها گویا بسیار جدی هست و یه حرکت چند وجهی هم داره انجام میده، فقط جنگ نیست. ضرباتی رو به اقتصاد ایران خواهد زد و پالساش رو هم گفته که ما میتونیم در همین ماجرای نصرالله و اینها داشته باشیم. هر چقدر شاخص تنش در خاورمیانه و در منطقه بالاتر بره، وضعیت شکنندگی اقتصاد ایران بدتر خواهد شد و در این اوضاع البته کاری که نباید کرد جنگ با یه همچین پشتوانه اقتصادی، با یه همچین اوضاع درآمدی. به هر حال من اون چیزی میتونم نتیجه بگیرم این هستش که جو ضد جنگ ایران کاملا در روزنامه‌های امروز بازتاب داشته و میتونیم امیدوار باشیم که این جلوی یک جنگ رو بگیره. شاید ممنونم از توضیحاتت محمد رهبر. البته باید ببینیم خامنه ای چه میخواد در نهایت. ممنونم. اما در خبری فوری، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی گزارش داد جسد حسن نصرالله، تبیکل حزب الله که در حملات جمعه شب اسرائیل به بیروت کشته شد، از میان آوار در بیروت پیدا شده است. تصاویر زنده ای ببینیم از خود بیروت. به نظر میرسه که حملات گسترده ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. اگر همکاران من تصاویر زنده رو نشون بدن، میتونیم ببینیم که دود ناشی از حملات ارتش اسرائیل در آسمان مشاهده میشه و عملیات آواربرداری در منطقه زاهیه همچنان ادامه داره. همونطور که گفتیم جسد حسن نصرالله هم از زیر آوار درآورده شده. ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبرها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران با همکارم ریحانه فنا.